با شنونده یه گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای هلاکویی، خسته نباشید. خواهش کنم بفرمایید. من قبلا دوبار باهاتون تماس گرفتم تو بزنگاه‌های زندگی و هر دوبار برای من توصیه‌های شما خیلی راهگشا بوده. الانم تو شرایط خیلی سر دوراهی هستم، حالا شاید هم یه راهی باشه، من فکر میکنم دوراهیه، که می‌خواستم از شما بپرسم و از کمکتون استفاده کنم. خواهش می‌کنم بفرمایید. من 12-13 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان. من 37 سالمه و فارغ از کشور زندگی می‌کنم. میشه رو بلندگو نباشید؟ بلندگو نباشم. چشم. فرمودید 47 سالتونه؟ بله 47 سالمه و یه پسر 16 ساله دارم و پرستار هستم. تقریبا دو سال و نیمه که با یه آقای خارجی در ارتباط هستم. ببخشید و... کی جدا شدی؟ چند سال جدا شدی؟ من 7 سال پیش. اوکی. ایشون هم تو همین فیلد هلت هستن و حالا از ایشون بگم خیلی آدم راستگو و به قول معروف قابل اعتمادی هستن، ولی یه سری خصوصیاتی دارن که حالا اونجوری که من میدونم خیلی از کسی که اهل این کشور هستن اینطور هست، حالا نمیشه عمومیت داد، ولی بخوام بگم این که بسیار آدم چجوری بگم آن اویلیبلی هستن، اویدنتن، اصلا نمیشه باشون صحبت های عمیق داشت، خیلی در حد سطحی و در مورد حالا ورزش هایی که میکنن، اصلا هیچ موقع نشده که بتونیم راحت با هم صحبت بکنیم در مورد مسائل مثلا حالا احساسی یا مسائل عمیق. آقا وقتی احساسی نیست، وقتی که زندگی جنبه فقط ترانزکشنال داره، یعنی فقط عمل میکنن، چرا شما انتظار دارید؟ اولا چند سالشونه این آقا؟ ایشون 10 سال از من بزرگتر هستن. خب زر زندگی زناشویی چی؟ ایشون هم 5-6 ساله ایشون هم جدا شدن و 3 تا بچه بزرگ دارن که حالا سر زندگی هاشون از سر اونا. خب حالا شما من بگید که همدیگر رو میبینید در چه مقداری از هفته یه دفعه، از هفته 7 دفعه چه میکنید؟ بله هفته تقریبا شاید 2 بار بشه موقعی که حالا پسر من نیستن من میرم اونجا یا ایشون میومدن اینجا، ولی خب میگم انقدر این مسائل بر من سخت بود که تقریبا 4 ماه پیش من کلن رابطه رو قطع کردم و گفتم که من البته تمام مدتم بهشون میگفتم من این انتظار رو دارم، ولی خب هیچ وقت تغییری حاصل نمیشد. آخیشون دنبال یه پارتنر نصب کنیم. ببینید برخی از این آدمان دنبال یه پارتنر جنسی هستن، هفته یکی 2-3 دفعه میخوان رابطه داشته باشن با آدم ها میان بدن میرن دنبال کارشون، چیز دیگه نمیخوان با شما برقرار کنن. ببینید عزیز، مهم اینه که شما وقتی به شهری تشریف میبرید میخواید 3 روز اونجا باشید، میرید هتل، یا حالا چند ماه باشه ممکن راه دیگه پیدا کنید، ولی خواهر خواستید همیشه اونجا بمونید یه مسئله دیگری. خب این نوع افراد مثلا در این کشورها که حدس میزنم به چه جایی دارید مراجعه میفرمایید، یه روابط سطحی گذرا، اونم با این فرض که تا زمانی که خوب و خوشیم و راضی هستیم میمونیم بعدم میریم دنبال کارمون، ولی در این حال عمیق بشن و بخوان با شما نزدیک بشن و احساسی پیدا کنند و بعدن بود و نبود براشون مسئله مهم باشه، تازه شما به 2 تا فرهنگ متفاوت هم تعلق داره که خود اون مسئله آفرینه. بله منم هم 4 ماه پیش که رابطه رو کات کردم گفتم من از رابطه این انتظار رو دارم، حالا شما یا هستید یا نیستید، و حالا اشتباهی که فکر کنم من انجام دادم که همینو گفتم، و ایشون بعد این مدت حالا سعی دارن که اون چیزایی که من خواستم، مثلا حالا من میدونم این فکرم اشتباهه، فکر میکردم که حالا مثلا اگه چون من با همه خانوادهشون آشنا هستم و حالا خیلی هم رابطه خوبی با همشون دارم، ولی گفتم که شاید مثلا اگه نامزدی چیزی صورت بگیره ایشون ساپورتیو تر بشه، ایشون حالا به خیال خودم که میدونم اشتباه بوده، و از اون موقع به بعد این 4 ماه اخیر یه رابطه خیلی مسخره تر از قبله، ولی ایشون دارن سعی میکنن که حالا اون چیزایی که من گفته بودم و شما چی میخواستید از ایشون؟ من میخواستم که این رابطه به
جدی‌تر بشه، ازشون واقعا ساپورت بیشتری داشته باشم. ایشون هیچ جوره اینا نیست. یعنی ساپورت؟ آخه ساپورت بیشتری یعنی چی عزیز؟ یکی من میگه تو منو ساپورت کن، یعنی رابطه جدی‌تر بشه. آخه یعنی چی جدی؟ اصلا معنی نداره جدی‌تر شدن. یعنی چی؟ بله. یعنی ما اگر دست کنیم، یعنی اگر ما 4 ساعت هم دیگر میریم 14 ساعت میریم 40 ساعت، اگر فرض کنید که درگیر مسائل زندگی میشیم در جهت صبحونمون، نهارمون، شاممون، کجا بریم، چیکار نکنیم، با کی باشیم، با کی نباشیم، با هم تصمیم بگیریم، قرار بذاریم. خب اگر یک کسی در یه سن و سالی است که این کارا رو کرده، همسر داشته، بچه داره، اونا بزرگشن رفتن، توی محیطی مانند اروپا هست، دنبال همچی چیزی نیست. حالا ایشون که میگن من دنبال رابطه واقعی و ازدواج و فلان هستم، ولی خب من تازه ازدواجش هم سطحیه. آره درسته. من فکر میکنم نمیتونم اون چیزایی که از یه رابطه انتظار دارم داشته باشم. حالا مسئله اینه که من تقریبا 2 ماه پیش از طریق بیزینسی که حالا بود با یه آقای ایرانی آشنا شدم. این بیشتر منو تو این شرایط قرار داده که این آقا خیلی اون کسی هستن که من از یه پارتنر در نظرم دارم. ایشون هم 57-8 سالشونه، بچه هاشون بزرگ، 2 تا بچه دارن که بزرگ شدن رفتن و بسیار آدم فهمیده، اهل کتاب، خیلی آگاه و خیلی علاقه مشترکی داریم. و من الان توی شرایطی قرار گرفتم که 2-3 روز پیش این آقا به من گفتن که حالا بعد این همه به قول معروف رابطه به قول من شکست بسته که این 4 ماه اخیر بوده، ایشون به من گفتن که مثلا من حاضرم فلان کار رو مثلا انجام بدم یا لا هرچی، ولی من قلبا نمیخوام، ولی نمیخوام ایشونو، چون آدم بدی نیستن، خیلی مشکلات دارن، ولی ذاتا آدم بدی نیستن. و من کیو میگیم؟ کی آقای خارجی رو میگم. آشون با ذاتش چی کار رو بید؟ این از کجا؟ نه مثلا اینه که نمیدونم چجوری بهشون بگم که از نظر اخلاقی نمیدونم هرت نشن، یا نمیدونم من یه یعنی چی؟ اصلا جنبه اخلاقی نداره. اخلاق با واقعیت و حقیقت، با عدالت و انصاف، با محبت، با حرمت. حرف این است که من نوعی از رابطه رو میخوام که با توجه به ویژگی‌های روانی خودم و فرهنگی فکر کنم شما در اون حد و سطح و یا نوع رابطه نیستید، بنابراین ناچار باید خداحافظی کنیم. این چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی اصلا من تعجب میکنم. من تایید از شما بگیرم که 2 روز دیگه خودم رو ملامت نکنم که تو دل یکی رو شکستی یا عصبانی. چرا دل یکی؟ آخه این آدم اصلا دل نداره که بشکنه تو این کنه شرایط. آدم شما چه فکر کنید اینقدر مهمید که دل رو میشکنید؟ عزیزم ببینید بی خودی برای چیه توهمات تصور؟ من به خاطر نفر دوم عرض نمی کنم. ما درگیر رابطه میشیم، من همیشه توی یا کنفرانس ها یا تو تلویزیون 5 تا انگشت دستم که دست راستم و چپ هم بزنم روی هم، شستم رو شستم، انگشت کوچیک من رو هم 5 تا. کسانی هستن که ازدواج میکنن با 5 جزء و ارکان وجودشون، یه ده با 4 تا، یه ده با 3 تا، یه ده با 2 تا، یه ده فقط با یکی، یه جا فقط گیرن. خب بسیاری از روابط تو اروپا کمتر، تو امریکا، اروپا بیشتر، و بعدم در یه سنین بالاتری فقط 1-2 تا انگشت به هم میخورن، یا 2 تا، 3 تاش دیگه هر کی میره دنبال کار خودش، زندگی خودش. یعنی اون ارتباط تنگا تنگی که شما میخواید یه زندگیتون رو پر کنن رو نمیخوان داشته باشن. اونا به جای هفته 168 ساعت ترجیح میدن 4 ساعت با شما باشن، 6 ساعت با شما باشن، در حالی که شما یه چیز دیگه میخواید. بنابراین اگر شما تصمیم گرفتید که یه غذای بخورید، میره توی رستوران، ولی اگر خواستید برای 10 روز غذا درست کنید، خب میرید خرید میکنید. آخه شما چرا مسائل با هم مخلوط کنید؟ بعدم شکستن دل و نتون چه هم داری. اگر اون آدم به دردتون نمیخوره یا فکر کنید اون چیزی که شما میخواید نیست، خب حرف این است که من فکر کنم اون چیز، و بعدم اونا اصلا یه همچین احساس و ارتباط ندارن. تازه به قول معروف حالا در زبان انگلیسی میگن ایزی کام ایزی گو، راحت میان راحت هم میرن. بعد آقای دکتر، من این آقایی که ایرانی هستن توی شهر دیگه هستن، من نظر شما در مورد این که حالا این رابطه، ما تقریبا تو این یه ماه اخیر میتونم بگم روزی 3-4 ساعت با هم صحبت کردیم و واقعا با هم خیلی خیلی همسو و هدفهامون یکیه، خیلی با هم. بنابراین اقلا 200-300 ساعت با هم حرف بزنید، هم دیگه رو ببینید، بذارید ببینید گذشته زمان به شما میگه چی عزیز.
یعنی از قبل نخواهید یه چیزی بسازید، برای اگر خوب بود و درست بود ادامه میدید، نه قطع بکنید دنبال کارتون. خوشبختانه در یه جایی هستید که نه قراره به کسی جواب بدید، نه فشار اجتماعی رو توی، نه فشار خانواده است، نه مسئله آبروی فامیل محترم مطرح، هیچ. با یه آدمی دوست شدید، دوستیتون ادامه میدید، خوبه، راضی هستید، راحت هستید، میمونید، نه میرید دنبال کارتون. به همین سادگی. بس. یعنی چیزی نیست که کار بخواید بد و غلط کنید، علیه کسی هم کاری نکردید. بله درست. حالا یه سوال کوچیک، خیلی کوتاه، این که میدونم خیلی مسخره به نظر میاد، ولی همش با خودم میگم این خانواده این آقای خارجی که انقدر با من خوب بودن، انگار من از تنهایی انگار یه خانواده دیگه پیدا کرده بودم و خیلی با دوستاشون همه انگار خیلی نزدیک شده بودم، یه جورایی همش فکر می‌کنم شما هیچ کدوم از اینا نشد در مورد من هیچی. اولا اینقدر من شما مهم نیستیم، بعد از اون اومدن گفتن خب تو دوربر ما باشم طور که بقیه هستن، بعد از اون هیچ فکر کنن که اومدن رابطه خواستن، باورم کنین حتی 5 دقیقه هم به شما فکر نمی کنن. شما چرا فکر کنین اینقدر مهمی؟ قربونت برم که اصلا حالا ما اگر رفتیم مادرش چی میگه؟ خواهرش بیشتر صحبت میکنه، اون یکی غم دامن غم نمیدونم یا زانوی غم میگیره، اون میگه واو این چه جور بعد میگه واو ایرانی ها اینجورن، ایرانی ها چقدر بدن، ایرانی ها این چرا اینجورن. شما نگران نباشه، لطفا نخواهید از ایرانی ها دفاع کنید، اصلا تعجب میکنه از شما، بی خود نیست پرستار شدید، باید بیش از حد مواظب و مراقب باشید. در حال نگران نباشید. خیلی ممنون. خواهش میکنم مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی لطف کردین. متشکرم. خوشحال شدم. خدا حافظ.